بذارین اگه کسی بالا نمیاد شما تو لایف چت اگه سوال دارین من جوابای سوال لایف چت رو میدم، چون که چون خیلی ها تو لایف چت آها آره چون بعضی موقع به من گفتن که تو لایف چت سوالای لایف چت رو جواب بده. آها علی میگه آرمین میشه قبلش نظرتو درباره تجربه نزدیک به مرگ بگی؟ ببین تو کتاب من من اینو چندین سال گذشته نوشته بودم، من همه بله شقایق بپرس من تحقیقای علمی که درباره این شده بود تو کتابم تا اونجا که تونستم نوشته بودم، البته الان دیگه خیلی بیشترم از اون اومده، تمام تجربه هایی که شده، احساساتی که مردم بهشون دست میده نزدیک مرگ، اینا همش از علمی کاملا توجیه شده و دلایلش ما میدونیم. یعنی مثلا احساساتی که مردم میکنن مثلا نزدیک مرگ، تونل نوری رو میبینن که انگار مثلا یه تونل نور دارن به یه نوری نزدیک میشن، خب یا یه تو تونلی هستن که تهش نوره، اینو کاملا توضیح دادن که الان من یادم رفته که توضیحش چی بود، ولی از لحاظ اتفاقاتی که تو مغز میفته نزدیک به مرگ که بعضی موقع های کسی همچی چیزی رو میبینه، کاملا دلایل علمی شما الان میدونیم. خب همه این احساسات دیگر هم کاملا همه رو برایش توضیح علمی شو برایش پیدا کردن و بعضی ها هم به خاطر این دارن این تئوری رو میدن که ممکنه بعضی از برداشتهایی که ما داریم از بهشت به خاطر همین تجربه های نزدیک به مرگ بوده. یعنی مثلا بعضی ها که نزدیک به مرگ نزدیک شدن ولی بعد نمردن، یه اتفاقی افتاد که مثلا زنده موندن، از صحبت هایی که میکنن که چه تجربه ای داشتن باعث شده که تو طول تاریخ بالاخره خیلی ها این تجربه ها رو داشتن، برای همین ممکن شده که بخاطر این بوده که مثلا بعضی از مثلا شکلی که ما از بهش میدونیم و میشناسیم و از همین تجربه ها اومده باشه. خب یعنی اینکه ممکنه بعضی موقع ها خیلی کسایی تجربه دارن که انگار مثلا بدنشون داره، روحشون یه چیزی داره بدنشون جدا میشه، چیزی که بعدن بهش میگن روح. خب اینم یه احساساتی هست که مثلا بعضی موقع ها به بعضیا دست داده که اینا هم کاملا توجیه علمی شو که چرا چه اتفاقی تو مغز میفته نزدیک به مرگ که این احساسا رو به ما میده، اینا رو هم توجیهشو پیدا کردن الان. ولی ممکنه که این احساسات هم باعث شده که اصلا اعتقاد به روح مثلا از همین تجربه ها اومده باشه، اینم نمیدونی.